پاشا شدن دست کم 90 تن در حمله انتحاری در پکتیکا. نخستین گفتگوی دو نامزد انتخاباتی پس از تنش‌های طولانی. و استقبال باراک اوباما از میانجیگری مصر در بحران فلسطین. امروز سه‌شنبه 24 سرطان سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 15 جولای 2014 میلادی. با سرویس خبری این ساعت آریانا نیوز و آریانا با من بهشتر رحمانی خوش آمدید. بر اثر یک حمله انتحاری در بازار ولایت پکتیکا بیش از 90 تن کشته و 42 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که انتحار کننده سوار بر یک موتر پر از مواد انفجاری بود که پیش از چاشت امروز هنگامی که از سوی پلیس شناسایی گردید خودش را منفجر ساخت. بیشترین قربانیان این رویداد را زنان و کودکان تشکیل میدهند. در همین حال رئیس جمهور کرزی نیز این رویداد را به شدت تقبیح کرده است. صبح روز سه‌شنبه ولایت پکتیکا گواهی حمله خونین انتحاری بود. در این حمله که دست کم 122 تن کشته و زخمی شدند، بیشترین قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. ولی پکتیکا می‌گوید که یک فرد انتحاری موتر بمب‌گذاری شده را زمانی که از سوی پلیس شناسایی گردید انفجار داد. به گفته وی دو پلیس نیز شامل کشته شدگان این رویدادند. وطن دخمنانو په دغه مبارکه روزه کې یو موټر بم شدلته چاودنه ورکړې ده چې په نتیجه کې زموږ هیوادوال زموږ د ارګون د مجاهد ولس بچان په شهادت رسېدلي دي. این حمله در بازار ولسوالی ارگون این ولایت در نزدیکی یک مسجد و مدرسه آموزشی رخ داده است که شمار زیاد از مردم در این دو محل حضور داشتند. به گفته والی پکتیکا شمار زیاد از افراد ملکی زیر آواره گیر ماندند و تعداد زیاد دکان ها نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که اردوی ملی امبولانس و هلیکوپتر را برای انتقال زخمیان به شفاخانه ولایتی فراهم ساختند. در همین حال رئیس جمهور کرزی با محکوم کردن این رویداد گفته است که این کار دشمنان افغانستان است. حمله پکتیکا کار دشمنان مردم افغانستان و یک اقدام وحشیانه است. در ماه مبارک رمضان کشتن افراد بیگانه، زنان و کودکان اقدام غیر اسلامی و جنایت علیه بشریت است. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات امنیتی بیشترین حملات توریستی در افغانستان را از سوی گروه طالبان می دانند. دو نامزد ریاست جمهوری برای نخستین بار پس از تنش‌های انتخاباتی با هم گفتگو کردند. این نشست که در خانه اشرف غنی احمدزی صورت گرفت، در آن هیچ یک از اعضای دو ستاد و یا معاونان دو نامزد حضور نداشتند. هرچند دو ستاد انتخاباتی آغاز زود هنگام تفتیش آرا را محور اصلی این گفتگوها می دانند، اما اظهارات وجود دارد که ممکن این دو نامزد درباره ساختار حکومت آینده نیز حرف زده باشند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر. پس از توافق در نخستین دیدار، عبدالله عبدالله به خانه اشرف غنی احمدزی رفت و با او یک به یک وارد گفتگو شد. دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی موضوعات محوری نشست را گفتگو روی آغاز تفتیش آرا عنوان می کند. سخنگوی این دسته انتخاباتی این اظهارات را رد می کند که گویا دو نامزد درباره چگونگی از ساختار حکومت آینده با جزئیات گپ زده باشند. این یک نشست دوستانه بود، در فضای تفاهم کامل صورت گرفت. موضوعات مورد بحث متمرکز بود و چگونگی هماهنگی بیشتر و تشریک مساعی بیشتر برای برگزاری موفقانه پروسه تفتیش آرا که در نتیجه از او نتیجه نهایی انتخابات میتونه اعلان شود و پس از اینکه نتیجه مورد قبول واقع میشه زمینه برای ایجاد حکومت وحدت ملی و مباحثات در مورد مساعد میشه. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هم تایید میکند که بحث اصلی میان دو نامزد آغاز تفتیش آرا بوده است.
سخنگوی این دسته انتخاباتی میپذیرد که بالای چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی دو طرف بحث کردند. به صورت کلی عمومی در این ملاقات صحبت‌های کلی صورت گرفته، اما روی جزئیات صحبت نشده، بیشتر روی نحوه همکاری دو کاندید با یکدیگر در آینده، ضرورت‌ها اولویت‌های افغانستان، چگونگی تأمین ثبات و سلامت کشور تبادل نظر کردن با هم. بر اساس توافق دو نامزد، نامزدی که بازنده این انتخابات است نخست در پست اجرایی حکومت ایفای وظیفه خواهد کرد و پس از فراخوانی لوی جرگه پست نخست وزیری برایش داده خواهد شد. اما اظهارات وجود دارد که ممکن در دیدار دو نامزد بالای ساختار کابینه حکومت آینده هم بحث شده باشد. امکان دارد که اینا سر اصل تقسیمات کابینه هم کار بکنند که 50-50 اینا جور بیان به تفاهمی برسند و در صورتی که یکی رئیس جمهور میشه و دیگری باعث صدر اعظم، که صدر اعظم هم شاید بعد از دایر نمودن لوی جرگه که قانون اساسی را تغییر بدن و هم باز صدر اعظم پارلمان افغانستان تایید بکنه، اونش فکر میکنم بسیار یک فکر میکنن امروز در نشست یک به یک بالای کابینه گپ زده باشن. حتما سر از اون بحث صورت گرفته، این امکان داره که بحث صورت گرفته. این دو نامزد حالا رقابت های نفسگیر هفته های پیش را کنار زدند و برای ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. از این دو هر کدام که رئیس جمهور شود از سوی نامزد بازنده برایش تبریکی گفته خواهد شد. روند تفتیش آرا باز هم تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اعضای کمیسیون انتخابات میگویند که وجود مشکلات تکنیکی، کمبود ناظرین ملی و بین المللی و کندی در انتقال صندوق‌های رای از مسائل است که این روند را با تأخیر روبرو کرده است. مریم حیدری گزارش می‌دهد. قرار بود روز دوشنبه روند تفتیش آرا رسما با حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز شود، اما این بار هم تاریخ تعیین شده این روند به تعویق افتاد. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تا کنون دو مشکل تکنیکی تفتیش آرا حل شده است و تنها سه مشکل دیگر باقی مانده تا به زودترین فرصت این روند آغاز شود. این دو تا کاری که پیشتر عرض کردن، یک تهیه چکلیست بود و یکی هم آموزش افراد بود برای تفتیش. آموزش کارش انجام شده و تهیه چکلیست امروز پیشین انشاءالله ساعت 2 قراره که این تیمای تکنیکی رو آماده کنه، بیاره در کمیسیون، کمیسیون جلسه میگیره، انشاءالله او رو تصویب میکنه. یک کار دیگه ای که باز یکی دو روز تفتیش رو، عملیات تفتیش رو به تأخیر انداخت، مسئله کمبود ناظران خارجی در کشور بود. با آنکه آقای بختیاری از زمان مشخص آغاز تفتیش آرا چیزی نمیگوید، اما یکی از دلایل به تعویق افتادن تفتیش آرا را به خواست سازمان ملل متحد میداند. نمایندگی سازمان ملل از کمیسیون خواستند که یکی دو روز به تأخیر بندازند، که شما در حدود 100 تیم خواهیم داشت و این 100 تیم نیازمند حداقل 100 نفر تا 150 یا 200 نفر ناظران بین المللی هست، چون سر هر تیم باید یک نفر از ناظران بین المللی هم حضور داشته باشه. خب اونا از ما خواستن، از کمیسیون خواستن که تا ناظران اونها نیامده کار شروع نشه. تفتیش مجدد کل آرا یکی از مشکلاتی بود که دومین دور انتخابات را با بن‌بست مواجه کرد. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا با کلید طلایی توانست قفل این بن‌بست را بشکند. حال ادامه این روند به دوش کمیسیون مستقل انتخابات است. دیده شود این روند با چند روز تأخیر آغاز خواهد شد. مجلس سنا قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود با اکثریت کل رد کرد. رئیس مجلس سنا این امتیازات را برای وکلا ضرور ندانسته و از هیئت تعیین شده در کمیسیون مختلط خواست و از موقف مجلس سنا دفاع نماید. عبدالعزیز کریمی با جزئیات بیشتر. مجلس نمایندگان افغانستان طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای پارلمان این کشور را که برای اعضای مجلس در زمان خدمت و بعد از ختم مدت کاری امتیاز ویژه را در نظر گرفته روز شنبه تصویب کرد، اما تصویب این قانون واکنش‌های جدی را در پی گرفت. این قانون نیاز به تایید مجلس سنای افغانستان را نیز دارد، اما مجلس سنا در نشست روز سه‌شنبه بدون مطالعه این قانون را رد کرد. قانون مسئولیت و امتیازات وکلای محترم شورای ملی که بسیار بی‌خرج هستند، رسیدن
نظر ما پیشنهاد ما است که با اتفاق رای را رد کنید. هم مردم خوش میشه، هم شما خوش. بان روزی رسان خداست. چطور است؟ اگر رد باشد کارت سرخ. خب چهار رای، پنج رای موافق رد شد. این طرح در 4 فصل و 20 ماده ترتیب شده است که امتیازات مانند معاش، بیمه، گارد مخصوص و گذرنامه‌های سیاسی برای وکلا پس از پایان ماموریت در نظر گرفته شده است. اعضای سنای این امتیاز را در شرایط بد اقتصادی افغانستان بی جا می‌دانند. این طرح ولیسی جرگره کاملا رد میکنم و هیچ نوع در شرایط فعلی افغانستان که ما نه معاش به اصطلاح به برای امنیت نداریم، به اردوی ملی نداریم، ما برای خود چی رقم بعد از کارکردگی خود معاش وضع کنیم. اینقدر چشمشان حریص شده که نمیدانه که در مقابل امتیازاتی که هر روزه یا ماهانه میگیرین نه در عرصه قوه نه پایین رتبه هاش، مامورین بیچاره که امروز نان شب خود نداره و قانون که یک لکی ننگ یک بار بر شانه های مردم افغانستانی را منداختن و رد کردن مکمل. در نشست روز شنبه عبدالرؤوف ابراهیمی در پایان طرح این قانون را برای گذاشت که از 125 نماینده مجلس فقط 8 نفر با آن رأی مخالف دادند. شماره از فعالان مدنی کابل در مخالفت با قانون مسئولیت اعضای شورای ملی پس از ختم دوره کاریشون دست به اعتراض زدند. این فعالان میگویند تا زمانی که این قانون به گونه کامل رد نشود با اعتراض خود ادامه میدهند. وحید نویسا با جزئیات بیشتر. این فعالان مدنی در پیش روی ساختمان پارلمان آمدند و به رسم اعتراض به قانون مسئولیت وکلا کارت سرخ به دست گرفتند. در دنیا حتی وجود نداره که به اینطور قانون آدم به نفع خود با استفاده از چوکی وکالت و نمایندگی به نفع خود تصویب بکنه. بعد بخوانه فهم که چنا و وکیلای پارلمان هستند و چنا و سواد دارن، چنا و مطالعه کردن و بسیار افسوس میکنم به کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکلای پارلمان. زمانی که یک طفل میره کار میکنه، چرا یک فرد که تحصیل کرده است و در پارلمان کار کرده ایچ رو کار کرده دوباره یک لقمه نان به دست نیاره؟ اعتراض به این قانون فضای مجازی را هم فرا گرفته. بسیاری از کاربران فیسبوک هم حرفهای ریز و درشتی در این خصوص نوشتند. در قانون مسئولیتی که در سال پایانی کار اعضای برحال مجلس نمایندگان تصویب شده، دریافت 25% 195,000 افغانی معاش در هر ماه را به گونه مداوم، دو نگهبان، گذرنامه سیاسی برای هر عضو و نوع خدمتی برای اعضای خانوادهشان و اشتراک در مجالس مهم سیاسی کشور امتیازهایی است که پس از ختم ماموریت برای وکلا پیش بینی شده است. این قانون هرچند از سوی مجلس سنا رد شد، اما تصمیم بعدی را کمیته مشترک شورای ملی خواهد گرفت. خبرهای خارجی با همکاری رادیو آزادی نیز لحظات بعد تقدیمتان می شود. با آریانا نیوز و آریانا باشید.